سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1387 و در عراق اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید سال 87 تو پاسگاه مرکزی عراق مشغول به کار بودم. داخل پاسگاه در حال استراحت بودم که از طریق بیسیم در جریان درگیری خونینی قرار گرفتم. گزارش شده بود که چند جوون تو یکی از محله های شهر با هم درگیر شدن و به محض دریافت خبر راهی محل حادثه شدم. جایی که جنایت در اونجا رخ داده بود محلی تو هاشیه شهر بود. مکانی که ظاهراً پاتوق کبوتربازها ها بود. وقتی به اونجا رسیدم، حده جوان در اونجا جمع شده بودن. پسر جوانی به نام بهنام با غم مجروح شده و با کمک مردم به بیمارستان انتقال داده شده بود. تو محل حادثه کسی چیزی نمی گفت، اما اونطور که تو بررسی های اولیه متوجه شدم، بهنام به شدت زخمی شده بود. برای تحقیق ازش راهی بیمارستان شدم، اما اما متاسفانه پسر جوون به دلیل شدت خونریزی قبل از رسیدن به بیمارستان جونش رو از دست داده بود. با مرگ بهنام پرونده رنگ و بویی جنایی گرفت و تحقیقاتمون رو برای شناسایی و دستگیری قاتلش آغاز کردیم. چند مرد جوون بهنام رو به بیمارستان انتقال داده بودن. اول سراغ اونها رفتم و در خصوص علت حادثه پرسجو کردم. یکی از اونها گفت راستش رو بخواید ما دست جمعی تو پاتوق کبوتربازا جمع شده بودیم و هر کدوممون سرگرم قیمتگذاری روی یکی از کبوترها بودیم که چنگی سلاخ عصبانی و غمه به دست وارد پاتوق شد چنگیز خیلی ناراحت بود و چشماش از شدت خشم سرخ شده بود. جواب سلام هیچ کدوم از ماها رو نداد. چنگیز همینطور که قمه تو دستش بود با عصبانیت گفت کی توقی منو شکار کرده؟ توقی کبوتر جلد چنگیز بود که با هیچ چیزی عوضش نمی کرد. آوازه علاقه چنگیز به توقیش تو تمام محل پیچیده بود و تقریبا همه می که چقدر عاشق کبوترشه. توقی کبوتر خیلی خوشگلی بود اما جلد خودش بود و خیلی هم سعی کردن اون رو به دست بیارن اما چنگیز راضی به فروشش نشد. از حرفای چنگیز این طور می شد نتیجه گرفت که توقی گم شده. به محض اینکه چنگیز این حرف زد بهنام که تو اون جمع ایستاده بود و نظارگر ماجرا بود گفت آسمون جای کبوتر آست. حتما کبوترت حالا تو جایی در حال پروازه تو هم جلوی دیگران بیادبی نکن هنوز جمله بهنام تموم نشده بود که چنگیز غمه به دست به طرفش رفت و بهش غمه زد نمیدونم بهنام کبوترش رو برداشته بود یا نه اما از رفتار چنگیز معلوم بود که فکر کرده دوز توقی بهنامه امین که غم رو تو سینه بهنام فرو کرد بهنام روی زمین افتاد و چنگیز که با دیدن خون خیلی ترسیده بود و معلوم بود که قصد چنین کاری رو نداشته از محل فرار کرد ما بهنام رو بلافاصله به بیمارستان آوردیم اما بهنام خون زیادی از دست داده بود و زمانی که به بیمارستان رسیدیم پزشکا گفتن که تو راه تموم کرده افراد دیگه ایم که شاهد صحنه جنایت بودن همین حرفا رو می زدن. همه اونها می گفتن که قاتل کسی نیست جز چنگی سلاخ. حتی می گفتن که اون بعد از حادثه اونقدر ترسیده بود که قمش رو همونجا انداخت و پا به فرار گذاشت. تو ادامه تحقیقات بار دیگه راهی محل حادثه شدیم. این بار به دنبال آلت قطاله می گشتیم. با توجه به صحبت های شاهدان ماجرا تونستیم اون رو تو پاتوق کبوتربازها پیدا کنیم. یک قمه نسبتاً بلند بود که آثار خون روی اون دیده میشد. با پیدا شدن قمه شکی باقی نموند که عامل جنایت چنگیزه و تحقیقات برای دستگیریش آغاز شد. در حالی که تحقیقات ما برای شناسایی مخفیگاه این مرد ادامه داشت، خانواده بهنامم فشار می آوردن که باید هر چه زودتر قاتل پسرشون دستگیر بشه. اونها تقاضای قصاص داشتن و میگفتن چطور ممکنه انسانی به خاطر یک کبوتر دست به جنایت بزنه و خون انسان بیگناهی رو بریزه چنین فردی مستحق مجازاته مرسی های ما برای دستگیری چنگیز ادامه داشت اما هیچ رد و اثری ازش به دست نیاوردیم. میدونستیم که اون تو جایی مخفی شده اما هیچ کسی نشونی این محل رو نمیدونست. با این حال تو ادامه تحقیقاتمون متوجه شدیم که عامل جنایت همون روزی که دست به قتل زده سراسیمه به خونه رفته و و وسایلش رو برداشته و از شهر خارج شده. تحقیقات ما نشون میداد که به یکی از استانهای جنوبی رفته و در اونجا مخفی شده. برای پیدا کردن ردی از مخفیگاه قاتل تحقیقات گسترده ای رو انجام دادیم. همه دوستاش و کسانی رو که احتمال میرفت باهاش در ارتباط باشن زیر نظر گرفتیم و در نهایت موفق شدیم محل اختفاش رو شناسایی کنیم. تحقیقات ما نشون میداد که اون تو خونه ی یکی از دوستانش مخفی شده و با استفاده از هویت جلی زندگی تازه‌ای رو شروع کرده. با به دست اومدن ردی از متهم فراری راهی شهر مورد نظر شدیم خونه ای رو که اون تو اونجا مخفی شده بود زیر نظر گرفتیم اما هنوز مطمئن نبودیم که اون تو خونه حضور داره یا نه میدونستم که چنگیز عاشق کبوتربازی و برای همین اطراف خونه رو گشتیم و نگاهی به پشت بوم انداختیم همون موقع چشمم به چنگیز افتاد اون رو پشت بوم ایستاده و سرگرم کبوتربازی بود با دیدن چنگیز عملیات دستگیریش رو شروع کردیم و مخفیانه وارد خونه شدیم و با ورود به پشت بوم تونستیم مرد جنایتکار رو پیش از اینکه فرصتی برای فرار پیدا کنه دستگیر کنیم. بعد از دستگیری و انتقال این مرد به عراک تصمیم به بازجویی ازش گرفتم. زمانی که با چنگی سلاخ روبرو شدم اون سرش رو پایین انداخته بود. ازش درباره انگیزش از جنایت پرسیدم و مرد جوان خیلی آرام طوری که به سختی میشد صداش رو شنید گفت اشتباه کردم. بهنام بیگناه بود من اون رو اشتباهی به رسوندم باورم نمیشد جوانی که به سلاخ معروف بود و همه ازش حساب می بردن حالا اینقدر ساکت و آروم مقابلم ایستاده بود ازش پرسیدم از کجا فهمیده که بهنام رو اشتباهی به قتل رسونده و اون جواب داد بعد از قتل فهمیدم توقی منو عزیز چورتی شکار کرده و من سر یک کبوتر دست به جنایت زده و بیگناهی رو به قتل رسوندم. تو مدتی که فراری بودم هیچ وقت کابوس لحظه قتل بهنام از جلوی چشمام محو نشد. خدا منو ببخشه. روزی که کبوترم گم شد خیلی عصبانی شدم و زمانی که مادرم از این موضوع با خبر شد خیلی التماسم کرد که از خونه خارج نشم و تو عصبانیت تصمیم نگیرم. اما من توجهی بهش نکردم. ای کاش اون روز به التماسای مادرم گوش کرده بودم و ای کاش اون روز غمه به دست نگرفته بودم و ای کاش اونقدر عاشق کبوترم نبودم اگر از خونه خارج نشده بودم یا دست خالی بودم الان بهنام زنده بود چنگی سلاخ که از جنایتی که مرتکب شده بود بسیار پشیمون بود به بازسازی صحنه قتل پرداخت با تکمیل تحقیقات چنگیز راهی زندان شد و پس از صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه کیفری استان رفت. دادگاه کیفری حکم اعدام در ملع عام رو براش صادر کرد و چنگیز تنها حرفی که تو همه ی جلسه دادگاه به زبون ورد بود. من قصاص رو قبول دارم. بهنام بی گناه کشته شد و مستحق مرگ هستم. مدتی گذشت و روز اجرای حکم رسید و مامورای زندان چنگیز رو به محوطه اجرای حکم انتقال دادن. تو نگاه اول اون رو نشناختم. چنگیز به شدت شکسته شده و قدش کمی خمیده تر شده بود. دست و پا بسته به طرف سکوی اجرای حکم قدم بر می داشت و چند مامور هم کنارش بودن و کمکش می کردن که راه بره. جمعیت زیادی تو چهار طرف چهار راه اصلی شهر جمع شده بودن و هم همه ای به پا بود. هر کسی چیزی می گفت. یکی از اجرای حکم دلگیر بود و یکی دیگه می گفت مرک حقشه. همین که چنگیز سنابه دار رو دید شروع به گریه کرد. ناخداگاه دلم براش سوخت. درست بود که دست به قطع زده بود اما جنایتی که اون مرتکب شده بود تنها از روی عصبانیت بود و نقشه قبلی نداشت. به طرف چنگیز رفتم و برای اینکه اون رو دلداری بدم بهش گفتم خدا بزرگه خدا رو چه دیدی شاید چنگیز منتظره ادامه ی حرفم نشد و به طرف سکوی جای حکم رفت برام عجیب بود که چنگیز رو اینطور گریون ببینم اون زیر لب مدام تکرار میکرد یعنی من تا چند لحظه بیشتر زنده نیستم خدایا کمکم کن خدایا کمکم کن منو ببخشن چنگیز زیر تناب دار قرار گرفت و نماینده دادستان شروع به خوندن کیفرخواست متهم جوون کرد که تا چند لحظه دیگه زندگیش تموم می شد. صدای نماینده دادستان تو بلنگو پیچید. به موجب حکم شماره فلان صادر از شعبه مزبور دادگاه عراک چنگیز به اتهام قتل عمدی بهنام به قصاص در ملعام آم محکوم شده که حکم صادره تا چند لحظه دیگر به اجرا در خواهد آمد. هنوز صحبت های نماینده دادستان تموم نشده بود که چند نفر از اهالی شهر فریاد زدن مادر بهنام ببخشش مادر بهنام ببخشش تو بین این همه هیاهو خانواده مختول جلوتر اومدن و تنها به دار رو به گردن چنگیز انداختن چنگیز همونطور که گریه می کرد شروع به التماس کرد و گفت منو ببخشید تا ابد نوکری شما رو می کنم التماستون می کنم. شما رو به خدا منو ببخشید صحنه بدی بود خیلی بد گلوم خوش شده بود آب و به زور قورت می دادم جمعیت سکوت کرده بودن تنها صدای التماسای چنگیز به گوش می رسید می خواست که ببخشنش حس تلخی بود شاید تون لحظه تمام افرادی که اونجا حضور داشتن یه چیزو میخواستن. اونم بخشش بود یه دفعه مادر مختول به طرف چنگیز رفت و تنها به دار رو از دور گردنش بیرون کشید. زن میون سال گریه میکرد و فریاد میزد. به خاطر خدا، به خاطر عشقای ندامتی که چنگیز ریخت اون رو بخشیدیم. چنگیز دستاش رو به آسمون گرفته بود و از خدا تشکر میکرد. و مردم از خانواده بهنام تشکر می کردن. حس عجیبی بود. اصلا تصورش رو نمیکردم مردی که برای دستگیریش این همه تلاش کرده بودم و ماها صرف پیدا کردن ردی ازش کرده بودم تو لحظه اجرای حکم دلم میخواست که بخشیده بشه چنگیز واقعا پشیمون بود و از ته دل میخواست که بخشیده بشه کار دنیا خیلی عجیبه خیلی عجیب تو برخی پرونده ها علت اصلی جنایت نه پوله و نه انتقام بلکه فقط و فقط یک اشتباه مرگباره که به وسیله یک لحظه خشم آنی به وقوع پیوسته. خیلی از ماها هستیم که در لحظات بحرانی توانه کنترل خشم خودمون رو نداریم و این بسیار بده. البته در موارد کمی این لحظات بحرانی به پایان تلخی منتهی میشن ولی همین دفعات کم هم مسیر زندگی رو به کلی تغییر میدن. سال من از شما اینه اگر خدایی نکرده شما به جای خانواده مقتول بودید توان این رو داشتید که چنگیز رو ببخشید و مانع اعدامش بشید؟ پاسختون رو در کامنت ها برامون بنویسید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم یادتون باشه لحظه خشمگین شدن شما یک زمان بسیار کوتاه و گذراست ولی عمر و آینده شما بلند و نامحدوده پس یک عمر زندگی رو فدای یک لحظه کوتاه نکنید پایدار و جاوید باشید